درود بر دوستان عزیز و همراهان گرامی کانال اکسنس فارسی. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و از ویدیوهای کانال استفاده کافی رو برده باشید. همچنین سودهای خوبی رو در هفته های گذشته گرفته باشید از بازار و در هفته های پیش رو هم سودهای خوبی رو به امید خدا بتونید از بازار به دست بیارید. قبل از اینکه آموزش امروز رو شروع بکنم خدمت شما عرض کنم، دوستانی که در کانال یوتیوب برای ما می نویسن یا در گروه تلگرام، من در پایان هر ویدیو در توضیحات زیر ویدیوها، همونطور که ملاحظه می کنید این آخرین ویدیویی بوده که در کانال قرار گرفته که الگوی مورنینگ استار بوده از سری آموزش های پرایس اکشن، در پایان هر ویدیو در توضیحات ویدیوها هم آدرس گروه تلگرام هستش که الان من دارم به شما نشون میدم در تصویر، گروه تلگرام هست. روی این آدرس اگر کلیک بفرمایید خب وارد گروه تلگرام میشین و همچنین اگر به سیستم هایی که در گروه آموزش داده شده یا اندیکاتور هایی که در گروه آموزش داده شده ویدیوهاش رو نگاه میکنید، اگر موردی برای دانلود وجود داشته باشه در سایت goldenrebate.com، همونطور که ملاحظه میکنید آدرسش اینجا هست، در بخش دانلود ها goldenrebate.com/downloads میتونید تشریف ببرید، سایتش اینجا هستش، از اینجا میتونید اون استراتژی ها رو دانلود بکنید و آموزشش هم که در کانال یوتیوب قرار گرفته شما میتونید به اونها دسترسی داشته باشید. خب ما تا الان آموزش های زیادی رو داشتیم برای الگوهای کندلی، تقریبا 8 آموزش رو از الگوهای کندلستیک برای شما تا حالا در کانال اکسنس فارسی قرار دادیم. امروز هم 9 آموزش رو قرار خواهیم داشت و الگوهای مهم و تأثیرگذار در بازار رو ادامه میدیم آموزشش رو. خب امروز قصد دارم برای شما الگوی کندلستیک که ایوینینگ استار رو یا الگوی ایوینینگ دوجی استار رو برای شما آموزش بدم. این الگو معکوس الگوی کندلستیک مورنینگ استار و دوجی مورنینگ استار هست که آخرین ویدئویی بوده که در کانال از سری آموزش های الگوهای کندلستیکی قرار گرفته. خب قبل از اینکه ما بخوایم این رو بر روی چارت به شما نشون بدیم، چند تا از تصاویر این الگو رو میبینیم با هم و من توضیحاتی رو روی این الگو برای شما خواهم داد و بعد طبق معمول مراجعه میکنیم به سایت تریدینگ ویو و اونجا با هم چند تا رو به صورت لایف اون الگوها رو پیدا خواهیم کرد و نشون خواهیم داد. خب در اینجا ما الگوی ایوینینگ استار رو میبینیم. الگوی ایوینینگ استار به ما چی میگه؟ الگوی ایوینینگ استار میگه در پایان یک روند صعودی ما با تشکیل شدن یک همچین شکلی که ملاحظه میفرمایید میتونیم به روند نزولی، استارت روند نزولی امیدوار باشیم یا استارت روند نزولیمون شروع میشه. حالا اون ایوینینگ استار چی هستش؟ ایوینینگ استار ترکیبی از 3 کندلی هست که در روبرو مشاهده میکنید. من این رو بزرگتر بکنم که دوستان بتونن واضحتر ببینن. کندل اول، پایان روند صعودی، کندل اول کندل صعودی تقریبا از متوسط اندازش بزرگتر، کندل بعد به صورت یک کندل کوتاه نزولی یا همین کندل هم میتونه کندل صعودی هم باشه، هیچ ایرادی نداره رو رنگش، ولی اگر رنگ این کندل کندل نزولی باشه از قدرت بیشتری برخوردار هستش و بعد از اون کندل سوم کندل نزولی تقریبا نه کندل بزرگ نه کندل کوچیک، کندلی که بتونه این کندل دوم رو از قیمتی که داشته بشکنه و پایین تر از سایه های اون کندل تشکیل بشه. این 3 کندل با هم ترکیب ایونینگ استار رو میدن که تو شکل های بعدی هم من اون رو برای شما توضیح خواهم داد و بعدش میبینید که بازار چطور و تا کجا حرکت کرده.
خب کندل بعدی، تصویر بعدیمون ایوینینگ استار دوجی هست یا دوجی ایوینینگ استار هستش. کندل اول در پایان روند صعودی، کندل بزرگ. کندل دوممون تشکیل شده از یک کندل دوجی و خب کندل سوممون هم تونسته این دوجی رو رد بکنه و پایین‌تر بسته بشه و طبق معمول می‌بینید که بازار روند نزولی خودش رو شروع کرده. مورد بعدیمون هم که ایوینینگ استار هست، این معمولا خیلی کم در بازار اتفاق میفته، یعنی به ندرت میشه پیدا کرد که بین کندل اولمون و دوم همچنین کندل دوم و سوم گپ وجود داشته باشه، ولی خب در کتاب ها و جزوات این شکل رو به عنوان ایوینینگ استار میشناسن که خب توضیحاتش هم مثل توضیحات قبل بود که خدمت شما عرض کردم. کندل بعد هم خب توضیحات رو به صورت انگلیسی نوشته که آپ ترند، کندل کوچک و خب گپ بین اول و دوم و داون ترند. کندل بعدیمون یا عذر میخوام شکل بعدیمون روش ورود رو نشون داده که من خب توضیحاتش رو میدم و روی شکل هم با هم روی تریدینگ ویو هم با هم این رو پیدا خواهیم کرد. بعد از اینکه کندلمون تشکیل شد، الگومون تشکیل شد، بعد از الگوی ایوینینگ استار، کندل بعد از تشکیل شدن الگو ما میتونیم وارد ترید بشیم و تا اولین مقاومت پیش رو میتونیم با ترید همراه باشیم. تا اولین مقاومت پیش رو، یعنی اینجا در این سطح ما مقاومتی داشتیم، تا اینجا میتونستیم تیپیمون رو قرار بدیم و خب استابلاستمون هم بالای الگو قرار میگیره. بیشتر هم اگه دوستان ریسکش رو میپذیرن میتونن باهاش ادامه بدن تا مقاومت بعدی. جا هم به همین صورت ببینید که ما تا اینجا میتونستیم هدف رو قرار بدیم و خب اینجا رو شکسته و تا بعدی هم رسیده و تصویر بعدی هم به همون صورت هستش. از این الگوها خیلی در بازار اتفاق میفته. دقیقا در این تصویر شما مورنینگ استار رو هم که در آموزش قبلی خدمت شما عرض کردم اینجا میبینید که یک مورنینگ استار هم اینجا تشکیل شده و دوستان برای آموزش مورنینگ استار میتونن به ویدئوی مربوط به مورنینگ استار مراجعه بکنن و اونجا با جزئیات کامل تشریح شده و خب همون گپ هستش و تمام. ما اینجا مراجعه میکنیم به سایت تریدینگ ویو. عذر میخوام، سایت تریدینگ ویو هم آموزشش طبق معمول که من همیشه عرض میکنم خدمت شما در کانال اکسنس فارسی قرار داره، میتونید با جزئیات کامل این آموزش سایت تریدینگ ویو و روش استفاده از اون رو در ویدیوها مشاهده بفرمایید. ما به چارت طلا معمولا مراجعه میکنیم یا چارت دیگه فرق نمیکنه، گزینه چارت رو انتخاب میکنیم. از اینجا هم منتظر میشینیم که بتونیم، خب اینجا یورو به دلار هستش، خب رو همین یورو به دلار سعی میکنیم که با هم این الگو رو پیدا بکنیم. من تایم فریم رو روی یک ساعته قرار میدم. خب ببینیم، در همین ابتدا ما تقریبا، بله اینجا ما اینجا الان یه دونه الگوی ایوینینگ استار داریم. این رو هم دورش رو طبق معمول با یک مربع مشخص میکنیم برای دوستان. این هم بزرگتر برای دوستانی که با موبایل نگاه میکنن آموزش ها رو. این سه تا کندل تشکیل یک کندل ایوینینگ استار رو برای ما داده. اینجا هم بنویسیم ایوینینگ استار. ببینید اینجا که بازار ما نزول کرده، بعد از اون نزول یه بازار صعودی داشتیم
در این انتهای این روند صعودیمون کندل اول یک کندل صعودی هست، کندل دوم یک کندلی هستش که نزولی هستش و داره بدنه کوچیک هست. اینجا میتونه همه نوع کندل قرار بگیره، حتما نباید دوجی باشه، میتونه کندل های صعودی هم از هامر معکوس یا اینورت هامر یا کندل های دیگه قرار بگیره، یا نکته ای که هست و من خودم استفاده میکنم ترکیبی چند تا کندل هم میتونه با هم اینجا مورد استفاده قرار بگیره، به شرطی که اون موارد بعدیش رعایت بشه، یعنی پایان روند صعودی و اون کندل بعدی که پوشش میده اونها رو. و خب کندل سوممون هم میبینید که از این سایه که اینجا هست و این کندل دومون داشته گذر کرده، یعنی من اینجا خط رو اگه بکشم این انتهای قیمت کندل دومون بوده و این کندل اومده از این رد شده، ما از اینجا مجاز به ورود به معامله هستیم، یعنی روی این کندل معامله کردیم و تیپیمون هم میشه اولین مقاومت پیش رومون. اولین مقاومت پیش رومون کجاست؟ اینجا هستش. اولین مقاومت پیش رو اینجا میذاریم، میبینید که با این کندل سبز رنگ با سایه کندل تیپی ما رو زده و خب بازار به روندش ادامه داده. خب در یورو به دلار یک ساعته تقریبا حدود 20 پیپ 15 تا 20 پیپ اینجا به ما در عرض 3 ساعت 3 تا کندل یک ساعته 15 پیپ به ما 15 تا 20 پیپ به ما تیپی داده. خب مورد بعدی رو هم پیدا بکنیم اینجا روی چارت در انتهای روند سعودی. بله همینجا رو دقت بفرمایید، در اینجا این دفعه من دیگه نمی نویسم، دوستان دیگه با چشماشون دیگه باید چشما رو عادت بدن که الگوها رو پیدا بکنن. خب اینجا یک کندل سعودی بوده، شما میتونید ترکیب دو تا کندل هم استفاده کنید، ببینید این کندل کوچیک با این کندل بزرگ یک کندل تقریبا بزرگ رو میده، این دو تا هم اگه با هم ترکیب بشن یک حال کندل دوجی رو داره، اینجا دوجی ایونینگ استار هستش تقریبا، و این کندل سوم هم از این قیمت رد کرده، ما از انتهای این کندل میتونستیم وارد بشیم تا اولین مقاومت، این خط رو هم میتونید در نظر بگیرید که اینجا یک مقاومتی بوده و این کندل شکستتش اینجا هم میتونه یه تیپی برای ما باشه اومده و اینجا یا در اینجا تیپی ما رو زده، تقریبا اینجا هم حدود 20 تا 25 پیپ به ما سود داده. اینجا هم ما میتونیم کندل دوجی ایونینگ استار رو براش در نظر بگیریم، استثناء این رو مینویسم چون مدلش فرق میکنه، یعنی از لحاظ اسمی فرق میکنه که دوستان اشتباه نگیرن. این کندل ها رو استفاده بکنید در تریداتون، بیشتر از اندیکاتورها جواب خواهند داد، چون که اندیکاتورها نشانه های تأخیری به ما میدن، یعنی با فاصله به ما سیگنال میدن، اینها باید اول تشکیل بشه که بعد اندیکاتورها سیگنالش رو به ما بده. ما میتونیم یک کندل به اندازه یک کندل حتی با پرایس اکشن از اندیکاتورها زودتر سیگنال بگیریم، اینها رو حتما تمرین بکنید. اگر این سیگنال ها در قسمت های مقاومت ها تشکیل بشه دارای قدرت فوق العاده بالایی هستند، لطفا تیپی رو رعایت بکنید، بیشتر از اون تیپی رو نذارین، این نظر شخصی بنده هست. معاملات 100% موفقی خواهید داشت، اینها رو قبلش روی حساب دمو تست بفرمایید، اینجا رو هم براتون می نویسیم دوجی ایونینگ استار اینم دوجی ایونینگ استار که بعدن اگر این رو دیدین ایراد بدونید چی هستش. خب امیدوارم که از این آموزش هم استفاده کافی رو برده باشین، تا آموزش بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم، شاد و پیروز باشین، خدا نگهدار.